سرخط خبرها. ادامه اعتراض ها به نحوه برخورد با معترضان در ایران. 160 وکیل خواستار تحقیق درباره مسئولان خاطی شدند. پس لرزه های رفتن سرمربی استقلال تهران. فتی استعفا کرد، خلیل‌زاده سرپرست شد. نشست شورای همکاری خلیج فارس در عربستان. امیر قطر دعوت را نپذیرفت و نخست وزیرش را راهی ریاض کرد. و انتشار 2000 صفحه اسناد محرمانه دولت آمریکا. کاخ سفید حقایق جنگ افغانستان را پنهان کرده. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری 19 آذر 98 10 دسامبر 2019 در تلویزیون فارسی بی بی سی. نزدیک به یک ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران، گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف انگشت اتهام را به سوی دولت حسن روحانی نشانه رفتند. کشتار معترضان و نحوه برخورد با آنها و همچنین نحوه اطلاع‌رسانی درباره افزایش قیمت بنزین از جمله موضوعاتی است که انتقادهای زیادی را در داخل و خارج از ایران در پی داشته. 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراضات آبان و تعقیب مسئولان خاطی شدند. تعدادی از هنرمندان برای همدردی با خانواده‌های کشته شدگان و اعتراض به برخورد با معترضان برنامه‌های خود را لغو کرده‌اند و خانه موسیقی هم اعلام کرده جشن 20مین سالگردش را برگزار نخواهد کرد. فرناسه می‌گزارش می‌دهد. واکنش‌ها به سرکوب اعتراض‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. 160 وکیل دادگستری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار تحقیق و تفحص در مورد اعتراض‌های آبان ماه و عزل و تعقیب مسئولان خاطی شدند. در نامه این وکلا آمده: تقلیل دادن این اعتراض‌ها به توطئه خارجی و نادیده گرفتن علل و زمینه‌های عینی و واقعی نارضایتی و اشتباهات مسلم و غیر قابل اغماز منتج به بروز یا تشدید بحران، پیامدی جز عمیق شدن شکاف و تکرار حوادث مشابه نخواهد داشت. وکلایی که این نامه را امضا کردند خواستار اعلام آمار کشته شدگان و آسیب دیدگان اعتراض‌ها شدند و نحوه برخورد با معترضان را نگران کننده خواندند. 160 وکیل دادگستری در نامه خود این پرسش را مطرح کردند که آیا درباره بکارگیری اسلحه قوانین رعایت شده یا نه. در بسیاری از تصاویری که از اعتراض‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان شلیک مستقیم کردند. در تفنگ گرفته رو ملت در می‌زنه. سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان را 208 نفر اعلام کرده، اما گفته تعداد آنها احتمالاً بسیار بیشتر است. در روزهای گذشته تعدادی از هنرمندان از جمله شهرام ناظری برای همدردی با خانواده‌های کشته شدگان حوادث اخیر برنامه‌های خود را لغو کردند. خانه موسیقی هم اعلام کرده در پی حوادث اخیر و برای ابراز همدردی با کشته شدگان اعتراض‌های اخیر، جشن 20مین سالگرد تأسیس خانه موسیقی را که قرار بود اوایل دی ماه برگزار شود لغو می‌کند. محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک سخنرانی در کرمان با انتقاد از گفته‌های حسن روحانی درباره واگذاری اجرای طرح به وزیر کشور و نحوه اطلاع‌رسانی درباره افزایش قیمت بنزین گفته که مسئولان دلیل افزایش قیمت بنزین را هنوز شفاف به مردم نگفتند. حسن روحانی پیشتر گفته بود خودش هم از زمان سهمیه‌بندی بنزین خبر نداشته است. ایشون گفتن به منم نگید. شما خودتون برید برنامه ریزی کنید، تو صدا و سیما کار تبلیغات انجام بدید، هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. بهرام پارسایی نماینده شیراز هم با اعتراض به اینکه حسن روحانی معترضان را اغتشاشگر و آشوبگر خوانده، گفته اینکه گفته می شود در شیراز و صدرا معترضان به اماکن نظامی حمله کردند، بر اساس اطلاعات او حتی یک نفر از کشته شدگان در حریم ورودی پادگان ها نبودند. با این حال علی ربیعی سخنگوی دولت ایران وعده داده آمار کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 به زودی به تفکیک استانها اعلام شود. آقای ربیعی گفته این آمار صادقانه خواهد بود، اما سازمان‌های حقوق بشری نگرانند که آمار اعلام شده کمتر از آمار واقعی باشد. فرین آسمی، بی بی سی.
محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از مشهد با ماست. آقای جوادی حصار، می‌بینیم که افکار عمومی به شدت خواهان پاسخگویی و پیدا کردن مسئولانی هستند که دست داشتند در این سرکوب. علی مطهری امروز گفته که نهادهای اطلاعاتی گفتند که معترضان توده‌های فقیر مردم بودند. نماینده شیراز رو شنیدید، گفته که حتی یک نفر از کشته‌ها در حریم پادگان‌ها نبوده. وکلا از رئیس جمهوری خواهان انجام تحقیق و تفحص هستند. آیا شما در طرف مقابل هیچ تمایلی برای شفاف سازی و پیگیری این تخلف ها میبینید؟ متاسفانه تا کنون جز از طرف رهبری که اعلام کردن باید بین کشته شدگان تمیز قائل بشید و مردم عادی و معترضان به جان آمده از گرانی و تحت تاثیر مسائل روانی قرار گرفته رو از افرادی که عامدانه دست به تخریب اماکن می‌زدن جدا بکنید و یا به تعبیرشون کسانی که اقفال شدن و تحت تاثیر جریان‌های سیاسی بیرون کشور قرار گرفته بودن اینا رو از هم تمیز بدید، مقام دیگری که بگوید این مردم بخششون حق داشتن که اعتراض کنن و این کشته‌ها باید مشخص باشه که کدوماشون مورد ستم قرار گرفتن، مورد اشراف قرار گرفتن و به ناحق کشته شدن و باید آمار دقیق و شیوه ضرب و جرح روشن بشه، خیلی روشن گفته نمیشه و حداقلش اینه که مقام‌های مجری این مسئله، یعنی کسانی که در میدان یا خودسر عمل کردن یا تحت فرمان کسی دیگری یا مقام دیگری اقدام به تیراندازی یا ضرب و شتم مردم کردن، اینا هیچ عکس العملی نشون نمیدن، داله بر اینکه آمادگی دارن کمک بکنن به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای شفاف سازی، برای روشنگری ابعاد ماجرا. هنوز چیزی دیده نمیشه، بله، جز کلیاتی که بالاخره یه عده‌ای میگن بله ما هم قبول داریم که مثلا دی حق داشتن اعتراض کنه، اعتراض حق به همگان است. آقای جوادی حصار، بسیاری حتی اقدام آیت الله خامنه‌ای برای دلجویی رو پذیرا نیستند، برای اینکه معتقدند که آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا شخصا مسئول خونهایی که ریخته شده در این اعتراضات. خب این رو اگر که بخوایم از جهت سلسله مراتب در نظر بگیریم، هر اتفاقی که در کشور بیفته در حوزه‌های دیگر هم برخلاف رهبری بدون مسئولیت نیست. در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بخش اعظمی از نمایندگان مجلس هم حتی به تعبیری مورد نظر و با مشی و مرامی که به تایید رهبری میرسد انتخاب میشن، بس همین شیوه نظارت و اعمال نظارت. و یا در خبرگان، در نیروهای دیگر، مسئله این است که ایشان یه جایی مستقیما دستور میدن که یک کاری بشود، مثل همین که اعلام کردن سران قوا نشستن به جمع‌بندی رسیدن که بنزین گران بشه، من هم از تصمیم اونا حمایت میکنم. اینجا مسئولیت مستقیم قبول کردن برای که افزایش قیمت بنزین اتفاق بیفته، اما هیچ قرینه ای الان وجود ندارد که ایشون مسئول مستقیم یا مستقیما دستور داده باشن که شما اگه کسی اومد تو خیابون حتما بزنیدش یا اگر با یا به شلیک مستقیم بکنید. ایشون ممکنه گفته باشن شما باید با آشوبگران، با اختلاگران برخورد کنید، یا اگر توطئه خارجی حس کردید اونو جمع کنید. اینا شنیده شده، برای اینکه توده مردم معترضی که همه دارن میگن اینا نگران آینده خودشون بودن، وقتی بنزین یه مرتبه گران میشه اینا معترض میشن و میان تو خیابون. حتی به نظر من روز اول هم اینجوری نبود، یعنی روز اول هم انقدر گسترده نبود اعتراضات. به نظرم میرسه بر اساس شواهد، قرائن، اطلاعات، بخش اعظمی از این اتفاقات به صورت سازمان یافته ای که حالا معلوم نیست اون مرکز سازمانی کجاست، ولی اینا سازمان یافته بود، نیروهای آموزش دیده ای بودن که می توانستن در عرض 3 دقیقه پمپ بنزین رو آتش بکشن، نیروهای آموزش دیده ای بودن که می توانستن در عرض 3 دقیقه یه بانک رو آتش بکشن. البته در بسیاری از گزارش ها که ما شاهدان عینی داشتیم معتقد بودند که عده ای از کسانی که دست به آسیب و تخریب اموال عمومی زدن از دید شاهدان عینی خود نیروهای امنیتی بودند که به هر حال اثباتش در نبود خبرنگاران در داخل ایران ممکن نیست. متشکرم محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران.
خانواده‌های 10 نفر از ملوانان مفقود شده نفتکش سانچی از شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیعی سخنگوی دولت و علایالدین بروجردی نماینده مجلس ایران به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کردند. به گفته وکیل شاکیان، این سه فرد و نهاد متهم به تبانی در آدم‌ربایی خدمه این کشتی شدند. علی حریصچی گفته شاکیان معتقدند که متهمان درباره مرگ خدمه دروغ گفتند و به جای هر تلاشی خانواده‌ها را تحت فشار گذاشتند. علی ربیعی رئیس کمیته رسیدگی به سانحه سانچی و علایالدین بروجردی نماینده مجلس برای رسیدگی به این سانحه بود. دو سال قبل نفتکش سانچی به یک کشتی چینی برخورد کرد و آتش گرفت. یک مقام وزارت ورزش و جوانان ایران گفته افزایش وام ازدواج باعث افزایش 4 برابری کودک همسری شده. محمد مهدی تندگویان گفته که در بعضی از مناطق فقیرنشین از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر 15 سال به ویژه دختران استفاده می شود. نمایندگان زن مجلس در سالهای گذشته تلاش کردند تا سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما هر تغییر با مخالفت روحانیون و نهادهای مذهبی روبرو شده. در ایران وزیر بهداشت گفته با وجود تحریم‌ها کمبود مهمی در زمینه تامین دارو وجود ندارد. سعید نمکی میگوید کمبود دارو نسبت به سال گذشته کم شده و به 1/3 رسیده. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه به تازگی در توییتی آمریکا را متهم کرده که تحریم‌هایش بر بخش دارو و مواد غذایی در ایران اثر گذاشته. این در حالی است که آمریکا میگوید دارو و مواد غذایی مشمول تحریم‌ها نیستند. اسماعیل خلیل‌زاده به عنوان سرپرست موقت باشگاه فوتبال استقلال تهران انتخاب شد. آقای خلیل‌زاده بعد از این انتخاب شد که وزارت ورزش ایران با استعفای مدیر عامل باشگاه استقلال موافقت کرد. امیر حسین فتحی دیشب از مقامش استعفا کرده بود. دو روز پیش هم آندرا استراماچنی سرمربی ایتالیایی استقلال از این تیم رفت. رفتن استراماچنی که علتش اختلافات مالی اعلام شده بود، اعتراض هواداران استقلال را به دنبال داشته. وزیر ورزش از هیئت مدیره باشگاه خواسته به تلاش برای حل مشکل استراماچنی و بازگرداندن او ادامه داد. پیام یونسی خبرنگار ورزشی با ماست. آقای یونسی، فکر می‌کنید که با انتخاب آقای خلیل‌زاده به عنوان سرپرست موقت باشگاه اعتراض هوادارا آروم می‌گیره؟ ببینین، اصلا شما اگر اتفاقاتی که از یک شنبه صبح تا الان داره در باشگاه استقلال میفته و حدود 48 ساعت ادامه داشته رو بررسی بکنیم، متوجه میشیم که یک مجموعه بزرگ و شکیلی مانند باشگاه استقلال اتفاقاتی افتاده شده که چندان باور کردنی نیست. آقای در حقیقت خلیل‌زاده که تا 48 ساعت پیش مصرانه میگفتن که هیچ تغییری در باشگاه به وجود نمیاد، حالا از خروج آقای فتحی خبر دادن، گفتن که 4 نفر برنامه‌های خودشون رو تقدیم وزارت ورزش و جوانان کردن، گمانه زنی‌ها یکی اینه که خودشون یکی از این 4 نفر هستن که قرار مدیر عامل بشه و یکی دیگه هم علی فتح‌الله زاده که خب به هر حال می‌دونیم طی 1.5 سال اخیر به هر حال تحرکات زیادی رو آغاز کرده بود برای اینکه دوباره به اتاق مدیریت باشگاه استقلال برگرده، ولی خب به نظر میرسه که همین خروج آقای فتحی که یکی از مهمترین خواسته‌های هواداران و همینطور بازیکنان استقلال بود بتونه فضای این باشگاه رو کمی تلطیف بکنه. این تلاش هایی که میگن داره انجام میشه برای برگرداندن آقای استراماچنی چقدر جدیه؟ خودشون الان مصاحبه‌ای کردن چند دقیقه پیش، من عرض کردم توی صحبت هام که اتفاقات پشت سر هم داره میفته. بعد از مصاحبه‌ای که دیشب با شبکه BBC فارسی با شما داشتن، امروز مصاحبه تکمیلی انجام دادن با یکی از رسانه‌های ایتالیا و گفتن که تمام تلاش‌هایی از سوی نهادهای سیاسی و ورزشی در ایران داره انجام میشه، اگر انجام بشه من فردا صبح به ایران برمیگردم. گفته ضمانت می‌خوام برای 2 مورد، یکی اینکه پول به حساب من به صورت قانونی وارد بشه و دوم اینکه اون فرد بره. اسم نبردن ولی به نظر میرسه منظورشون آقای فتحی هستش که استفاده و در حقیقت همه چیز برای بازگشتشون داره فراهم میشه. به غیر از مسئله واریز از راه‌های قانونی که به هر حال ایران به دلیل تحریم معضلاتی داره برای پرداخت حقوق آقای استراماچنی؟ بله، واقعیتش اینه که اصلا دلیل اصلی اینکه ایشون رفت مسئله اتهام پولشویی بود. گازتا دلا اسپور گفته بودش که مسئله اصلی اینه که حساب آقای استراماچونی زیر نظر قرار گرفته، بهشون اخطار دادن که شما متهم به پولشویی هستین، پول از طریق یه صرافی و یک فرد در ایران به
حساب وارد شده، مبلغ بزرگی بود. آقای فتحی هم در گفتگو با صدا و سیمای دولت جمهوری اسلامی ایران در حقیقت همین رو تاکید کرده بودن که ما این پول رو به صورت خردخورد برای توسط یک شخص ایرانی در یک صرافی واریز کردیم. الان وظیفه اصلی انتقال پول به عهده سفارت ایتالیا در ایران گذاشته شده و در حقیقت پول به صورت نقدی در اختیار سفارت ایتالیا در ایران قرار گرفته و قراره که سفیر ایران این کارو انجام بده. اینکه این مسئله چقدر میتونه برای مربیای دیگه که در فدراسیون والیبال، واترپولو، باشگاه پرسپولیس و همینطور بازیکنایی که در سپاهان پریده بازی میکنن اتفاق بیفته البته مشخص نیست. متشکرم. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی با من. نشست سران شورای همکاری خلیج فارس همکنون در ریاض پایتخت عربستان در حال برگزاری است. ملک سلمان پادشاه عربستان در سخنرانیش در این نشست گفت که کشورهای عضو شورا باید علیه خطر موشک‌های بالستیک با یکدیگر متحد شوند. نکته‌ای که در مورد این نشست جلب توجه کرده نحوه مشارکت قطر است که 2.5 سال از روابطش با عربستان، امارات و بحرین، سه عضو شورای همکاری خلیج فارس قطع است. گزارش مهداد فرهمند را داریم. نزول معالي الشيخ عبد الله ابن ناصر ابن خليفه الثاني. امیر قطر به نشست سران شورای همکاری خلیج فارس نیامد. پسر عمویش را فرستاد، شیخ عبد الله نخست وزیر قطر. استقباله في هذه اللحظه هذه الحديث الباسمه بين سيدي خادم الحرمين الشريفين. اما ملک سلمان پادشاه سالخورده سعودی با اینکه امیر جوان قطر دعوتش را نپذیرفته بود، شخصا به پیشواز نخست وزیر قطر در فرودگاه آمد. رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخليه بدوله قطر. تو همین دیشب احتمال می‌رفت خود امیر قطر بیاید. ریشه این خوشبینی گزارش 11 روز پیش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال بود از اینکه وزیر خارجه قطر سفری پنهانی به ریاض کرده و با دو مقام بلندپایه سعودی به گفتگو نشسته. شیخ محمد آل ثانی وزیر خارجه قطر 4 روز پیش اینجا در همایشی در روم این خبر را تایید نکرد، اما گفت که روند حل بحران میان قطر و عربستان پیشرفت‌هایی داشته. هرچند از انتقاد تند از عربستان هم باز نایستاد. We will see that there are three main reasons for this power game. این بازی قدرت که عربستان راه انداخته سه تا دلیل داره. بیخردی، ماجراجویی و اینکه هیچ سازوکاری وجود نداره که به کشورهای کوچکتر اجازه بده از اقداماتی که عربستان علیه اونا میکنه به جای شکایت ببرن. The international order of the regional order for enforcement mechanisms, grievance mechanism. ودولة قطر في هذه اللحظات. اینکه امیر قطر به ریاض نیامده اما نخست وزیرش را فرستاده خود نشانه ای از پیشرفت در حل مسائلش با عربستان است. سال گذشته با اینکه نشست در مسقط بود که در این دعوا بی‌طرف است، مشارکت قطر در حد وزیر بود. تقدم للضيف مرتضى فرهمند، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. اعتراض افراد و گروه‌های مختلف به نحوه برخورد با معترضان در ایران ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد 160 وکیل خواستار تحقیق در این مورد و تعقیب مسئولان خاطی شدند. در پی اعتراض گسترده به رفتن سرمربی استقلال تهران، فتحی از مدیر عاملی استعفا کرد و خلیل‌زاده سرپرست باشگاه شد. در ادامه این برنامه، آغاز رسیدگی به اتهام نسل کشی دولت میانمار در دادگاه کیفری لاهه. نرخ دلار در ایران امروز به بیش از 14000 تومان رسید. این بالاترین قیمت دلار آمریکا در 6 ماه اخیر است. قیمت یورو هم به 15520 تومان رسیده. روند افزایش قیمت ارزهای خارجی با افزایش قیمت بنزین آغاز شده در روزهای اخیر با ارائه بودجه سال آینده شدت گرفت. تا پیش از شروع نارامی‌ها اختلاف قیمت دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد کاهش یافته بود. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفته افزایش قیمت‌ها غیر واقعی است و دولت با توجه به ذخایر ارزی و ارز صادراتی تلاش میکند قیمتها را کنترل کند. مهداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از اسلو نروژ با ما. آقای سید عسکری، فکر میکنید علت دوباره افزایش قیمت دلار چیه؟ قیمت دلار دقیقا همان چیزی هست که در گزارش فرمودید. واقعیت آن است که قیمتها
کنترل نشدنی هستند. شاید در مقاطعی بتوانند جلوی این امر را بگیرند، اما در مقطع کنونی هیچ گونه علاقه به جلوگیری از قیمت ندارند. رشد افزایش قیمت دلار که از 11800 تومان قبل از اعتراضات بود به 12300 تومان رسید، بعد دوباره کاهش پیدا کرد و الان به قیمت 14000 تومان رسیده. البته این وضعیت قیمتی کنونی اندکی کاهش پیدا کرد و در صورتی که نتوانند برنامه جدیتری در خصوص کنترل داشته باشند، این عدد با یک شیب بسیار بسیار ملایم اما افزایشی تا دو سه ماه آینده بالاتر خواهد. این که آقای همتی گفتن که این قیمت ها غیر واقعیه، با در دفعات گذشته هم همین حرفا رو میزدن، که گفتن غیر واقعیه اما هرگز پایین نرفت قیمت ها، همیشه به رو به افزایش بوده. ببینید این قیمت هایی که داره افزایش پیدا میکنه غیر واقعی نیست. از اون فنری که آرام آرام باید آزاد بشود، باید همکنون داره اتفاق میفته و این فنر آرام آرام داره باز بشه و دولت هم در این خصوص هیچ گونه جلوگیری نمیکنه. اما اگر بخواهد شیب افزایش قیمت دلار به ناگاه به افزایش روزی 400 تومان حتی 700 تومان در روز برسه، دولت کماکان مطابق سیاست‌های قبلی خودش به شیوه سرکوبگرانه سیاسی یا اقتصادی یا امنیتی وارد خواهد شد و دوباره شاهد تکرار سناریوهای قبلی است. میفرمایید که دولت جلوگیری نمی‌کنه، فکر می‌کنید چرا جلوگیری نمی‌کنه؟ ببینید جلوگیری کردن این امر در حالت فعلی به نفعشون نیست، به خاطر اینکه قطعاً این قضیه این قضیه بنزین در نقطه پسنداز میشه و حالت انفجاری در اونجا پیش میفته. تا الان حداقل به این نتیجه رسیدن که اجازه بدهند این افزایش قیمت آرام آرام باشه که از شدت تنش‌ها در آینده بتونن جلوگیری بکنن. متشکرم. مهداد سید عسکری تحلیلگر مسائل اقتصادی با ما. روزنامه واشنگتن پست میگوید به 2000 صفحه اسناد محرمانه دولت آمریکا دست پیدا کرده که نشان می‌دهد مقامات دولتی مختلف این کشور برای موفق نشان دادن جنگ در افغانستان حقایق را از مردم آمریکا پنهان کردند. بر اساس این اسناد صدها درجه دار نظامی و مقام دولتی در مصاحبه با بازرسان دولتی از دلایل ناکامی در جنگ افغانستان سخن گفتند و این جنگ را غیر قابل فتح توصیف کردند. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ماست و این گزارش رو کامل خونده. سام، بیشتر راجع به این گزارش بگو. یکی از نکات جالب در مورد سیاستمدارانی که در تمام این سالها در دوره جورج دبلیو بوش، در دوره باراک اوباما و بعد دونالد ترامپ صحبت کردن، سیاستمدار ارتشی، درباره این ماجرا از یک اصطلاحی استفاده کردن که گفتن ما الان در یک پیچ تاریخی بسیار مهمی در افغانستان هستیم، برای اینکه نشون بدن که سیاست‌هاشون، برنامه‌هاشون داره خیلی خوب پیش میره. در نهایت انقدر این رو تکرار کردن که سناتور الیزابت وارن در اومده و یک بار گفته که آقا این انقدر ما این پیچیدیم برگشتیم دوباره سر نقطه اولمون، انگار که توی دایره داریم میچرخیم دنبال خودمون. و اگر این گزارش رو بخونید، نکات مهم این گزارش رو ببینید، میبینید که آمریکایی‌ها خودشون در واقع به این نتیجه رسیده بودن. حالا بعد نیست بدونیم که اصلا چطور شد این گزارش شروع شد، این پروژه از کجا اومده. در سال 2014 وقتی که باراک اوباما می‌خواسته که ارتش آمریکا رو از افغانستان بیرون بیاره و اعلام کرده بوده به عنوان یکی از سیاست‌های خودش که از سال 2008 که اصلا اومده بوده وارد کاخ سفید شده بوده می‌خواست این کارو بکنه، اون زمان اینها تصمیم می‌گیرن که در دفتر سیگار، اون در واقع بازرسی ویژه‌ای که مخصوص افغانستان است، اونجا تصمیم می‌گیرن که بیان و یه بررسی بکنن، ببینن که چه کاری آمریکا انجام داده در افغانستان که درست نبوده و بعد چه درسایی میشه از این ماجرا گرفت. برای این کار اومدن با بیش از 600 نفر مصاحبه کردن. کسانی که طرف مصاحبه بودن، خب بخش عمده اونها مقام های آمریکایی بودن در وزارت خارجه، وزارت دفاع آمریکا، ارتش آمریکا، و بعد افرادی بودن از کشورهای دیگه، از حتی مقام های خود افغانستان بودن، روزنامه نگار بوده، سازمان های امدادی بودن، و اینها یک مجموعه ای درست کردن که ببینن خب حالا مثلا ایراد چی بوده. یه دو سه سالی میشه که واشنگتن پست مطلع میشه از یک همچین پروژه‌ای و میدونه یک همچین کاری هست و میپرسه که میگه که خب اینو به ما بدین، در اختیار ما بگذارین.
یه دو سه سالی طول میکشه، یه دوباری مجبور میشن که دولت رو برن ازش شکایت بکنن و با دادگاه و دادگاه کشی بالاخره نهایتاً میتونن که این اسناد رو به دست بیارن و الان گرفتن این رو منتشر کردن. نکات جالبی هم توش هست، از اینکه خود مثلا یکی از جنرال های آمریکایی میگه که در تمام این 18 سال آمریکایی ها برای ترجمه از پشتو یا فارسی دری به انگلیسی مجبور بودن از مقام های از مترجم های محلی استفاده بکنن و چقدر این ماجرا اثر گذاشته توی اینکه اینها نتونن از نزدیک با اصل ماجرا، مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، روبرو بشن. متشکرم سام فرزانه خبرنگار ما در واشنگتن. دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه امروز رسیدگی به اتهام نسل‌کشی دولت میانمار را آغاز کرد. دولت گامبیا از میانمار شکایت کرده که در مورد مسلمانان روهینگیا دست به نسل‌کشی زده. آن سان سو چی رهبر دولت میانمار این اتهامات را رد کرده و برای دفاع از دولت و ارتش کشورش در دادگاه حاضر می شود. این دادگاه به مدت 3 روز در لاهه هلند ادامه خواهد داشت. امیر ناطق گزارش می‌دهد. آن سان سو چی، زنی که روزی در چشم جهانیان نماد صلح و حقوق بشر بود و حتی به خاطر تلاش برای آوردن آرامش به میانمار جایزه صلح نوبل را گرفت، حالا خانم سو چی رهبری دولت میانمار را بر عهده دارد و متهم شده که تحت رهبری او در کشورش نسل کشی صورت گرفته. شاید تصورش سخت باشد کسی که حدود 20 سال با دیکتاتوری ارتش کشورش مبارزه می کرد حالا از رفتار همان ارتش دفاع می کند. او و دولتش به نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا متهم شدند. سازمان ملل گفته در سال 2017 ارتش میانمار با هدف نسل کشی بیش از 700 هزار مسلمان روهینگیا را آواره کرده. Human Rights Watch has documented countless. دیدبان حقوق بشر از صدها مورد قتل و کشتار توسط ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا گزارش کرده. ارتش حتی خیلی از روستاها رو نابود کرده، ولی در سال 2017 همه چیز پیچیده تر شد و نسل‌کشی اصلی شروع شد. درد و رنج افراد زنده مانده قابل توصیف نیست. خیلی از بازماندگان میگویند تصاویر حملات از ذهنشان پاک نمی‌شود. در ظاهر زنده هستم اما در درون حس میکنم که مردم. من خیلی عصبانیم. ارتش نسل‌کشی میکنه چون میخواد مسلمانان روهینگیا رو نابود کنه و اسلام رو از میانمار پاک کنه. جوامع بین‌المللی هیچ کاری برای دفاع از ما نکردن. این آوارگان حالا در کمپ های پناهجویان در مرز میانمار و بنگلادش مستقر شدن. دولت میانمار تمام اتهامات را رد کرده و گفته تنها گروهی از شبه نظامیان مسلح روهینگیایی را هدف قرار داده. راستش من حدس میزنم دولت میانمار تمام این اتهامات رو رد میکنه. خیلی راحت میگه نسل کشی صورت نگرفته. به خاطر همین هیچ کار غیرقانونی هم انجام نشده. در این میان شکایتی توسط دولت گامبیا به دیوان بین المللی دادگستری برده شد. گامبیا گفته این شکایت را از جانب ده ها کشور مسلمان دیگر انجام داده. آنها از دیوان بین المللی دادگستری می خواهند با صدور حکم فوری جلوی آسیب بیشتر به مسلمانهای روهینگیا گرفته شود. دادگاه رسیدگی به این پرونده در لاهه هلند آغاز شده. آنگ سان سو چی خودش دفاع از اقدامات دولتش را در این دادگاه بر عهده گرفته. انتظار می رود دفاعیات تا روز چهارشنبه ادامه داشته باشد. خیلی‌ها گفتند دفاع از اقدامات خشونت آمیز میانمار باعث خدشه‌دار شدن بیشتر اعتبار خانم سو چی می‌شود. امیر ناطق، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهی شما.